سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی خودم. بچه ها امروز یه قولا اینجا داریم، پاور S19 هیدرو که مشتری عزیزمون برامون فرستادن و متاسفانه ماسفت های مدار هاف بریجش به مشکل خورده، سوخته. حالا خودشون باز کرده بودن، قبلا دیده بودن و برای تعمیر فرستادن که ما برشون تعمیر بکنیم. خب بچه ها، اول میخوام یه توضیح بدم در مورد اینی که کلن نظر خودم رو دستگاه S19 هیدرو چیه و خرابی رایجشون چی هست، آیا پیشنهاد میکنم که بخرید یا نه، و اول میخوام اینا رو براتون توضیح بدم، بعد پاورش رو با هم دیگه باز بکنیم و ببینیم که حالا به چه صورت. من قبلا از پاور S19 هیدرو چند تا ویدیو خیلی کامل براتون تو کانالم گذاشتم، عملکردش رو شرح دادم. تو این ویدیو دیگه نمیخوایم به اونا بپردازیم و بعد از حالا توضیحاتی که در مورد دستگاه S19 هیدرو بهتون دادم، فهم میخوایم باز بکنیم و یک بررسی داشته باشیم مدارش و ببینیم که به چه صورت آسیب دیده. بچه ها، دستگاه های S19 هیدرو میتونم بگم یکی از جدیدترین خانواده های آنت ماینر هستن که الان توی بازار ما موجوده و میشه تهیه کرد. دستگاهی که به خاطر اینی که 24 آمپر برق مصرف میکنه و قیمت خودش هم حدود چیزی در حدود 120 میلیون تومنه و با توجه به اینی که 180 تراهش میتونه به ما بده، خب اینا وسوسه برانگیزه به خاطر اینکه فارمدارها بیان و در واقع رو بیارن به سمت همچین دستگاهایی و بخوان از اونا توی فارماشون استفاده بکنن. به عنوان مثال در مثلا دستگاه M50 الان قیمتش توی بازار کف قیمتش چیزی در حدود 110 میلیون هست و حالت رهش‌های مختلفی داره، به صورت یه میانگی مثلا 120 رهشش 16 آمپر برق مصرف میکنه و به ما 120 را میده با 110 میلیون، ولی در مقایسه دستگاه 16 هیدرو با 120 میلیون تومن میاد با 24 آمپر مصرف برق، یعنی یک دوم 50% بیشتر از دستگاه واتس ماینر و خب تر هشت هم به همون صورت یک دوم، چون نصف 120 میشه 60 دیگه، 60 بله به 128 به 180 که میشه ترش این دستگاه، ولی در قیمتش که شما در نظر بگیرید این دستگاه در واقع داره 50% بیشتر از M50 به ما ترهش میده، مصرف برقش هم 50% بیشتره، اوکی، ولی قیمتش حدود 10 میلیون تومان گرونتره. به خاطر همین خیلی از فارمدارا الان یا خیلی دوستان میرن مثلا دستگاه 16 هیدرو میخرن. تنها نکته که داره اینی که شما حتما برقتون باید دوستان سفاز باشه. پاور های S19 هیدرو رو شما نمیتونید بیاید و در واقع با برق تک فاز رو اندازی کنید، حتما باید سفاز باشه که از این 4 تا سیم بچه ها 3 تاش فازه و یکیش در واقع ارتماست. خب پس تا اینجای کار S19 هیدرو جلوتر از M50ه به خاطر اینی که بهره‌وری خیلی بهتری رو میتونیم ازش داشته باشیم به نسبت سرمایه‌ای که داریم میذاریم توی کار. اگر قیمتش M50 80 میلیون تومان بود، نه بهتر بود اصلا M50 رو آدم میگرفت، به خاطر اینی که خب با این پول مثلا میتونست بره 3 تا دستگاه M50 بخره، بازدهیش هم که همون بود، مصرف برقش هم که همون میشد، به جای اینکه مثلا 2 تا تخم مرغ داراییمون رو میکنیم 3 تا تخم مرغ. ولی حالا به این صورته. پس تا اینجا یک هیچ به نفع S19 هیدرو. بچه ها دلیلی یه دلیلی هست که من پیشنهاد نمیدم، یکی از اصلی ترین دلیلایی که من پیشنهاد نمیدم شما دستگاه S19 هیدرو رو بخواید تهیه بکنید اینی که قطعات نداره. الان این پاور به هر دلیلی اگر تعمیر نشه، من ببینم این برد داغون رو اینجا دارم، قبلا فیلمش رو براتون گرفته بودم که این برد به این وضعیت در اومده و این نمیشه کاریش کرد. ما این پاور رو خریدیم از مشتری عزیزم، خریدیم، ولی این پاور الان نیست تو بازار که کسی بخواد تهیه بکنه. حالا آبخوردگی شدید داشته باشه که این پاور داشت و سوختگیش بیش از حد باشه یا به هر نحوی این PCB اینجوری آسیب دیده باشه،
ارزش تعمیر نداره، از بعضی از مواقع مثل این PCB اصلا نمیشه تعمیرش کرد. نتیجهش میشه اینی که بچه ها شما دستگاه میمونه رو دستتون و قطعات هم نداره. تو چین هم به سختی قطعاتش پیدا میشه برای خرید، منظور از قطعاتش پاور و کنترل بوردش. پس دستگاهی رو داریم میخریم که به هر دلیلی، به هر دلیلی اگر بسوزه و تعمیر نشه، حالا یا دست تعمیر کار ناشی باشه یا نه واقعا مثلا مثل همین پاور سوراخ بشه بردش، خب مداره اینا مولتی لایره، نمیشه خیلی از مواقع اینا رو سیم کشی کرد، مسیر رو دوباره اتصال داد چون چهار لایه رو هم دیگه است، و خب دستگاه خواب میمونه، دستگاه خواب میمونه. اکثرا دوستان خورد میکنن دیگه اون دستگاه رو. شما دستگاه گرفتی خریدی 120 میلیون تومان و تو اون حالت مثلا پاور نداشته باشه یا 8 برد نداشته باشه، خیلی خوب ازت بردارن، 80 ازت برمیدارن. روی همین حساب کنترل بورداشون هم خرابیش خیلی کمه، مثلا آب کردن خود کنترل بورد داستانه. اینی که بچه ها میمونه رو دستتو، این یه دلیل. دلیل دوم، بچه ها درسته که این دستگاه ها، باز حالا میخوام یه مزیتشون رو بهتون بگم، نیاز به سرویس و نگهداری ندارند، به خاطر اینی که مثلا هوایی توش در جریان است که خاک بخواد بره بشینه توش و مثلا نیاز بشه دستگاه تمیز بشه یا مثلا چیزایی از این قبیل دیگه. پس نیاز به سرویس نداره. ولی خیلی مواقع بچه ها اکثر دستگاه های هیدرویی که برای ما میارن، چه 8 ولت چه پاور، در سر آب خوردگی به مشکل میخوره. به چه صورت؟ حالا نمیدونم شیلنگه نشتی میده میریزه روی دستگاه، سیستم در واقع کولینگ خودش نشتی میده، به هر حال آب راه پیدا میکنه درون پاور، درون 8 ولت. و الان مثل همین پاوری که الان براتون بردش آوردم، سوراخ شده بود نشونتون دادم، اون آب خوردگی شدید داشته. و باز یه پاوری دیگه برای ما چند وقت پیش آورده بودن، همین هیدروها، متاسفانه اونم آب خورده بود. اینو حالا من الان یه مقدار زوده چون باز نکردم ببینم، ولی چیزی که اینجا داریم میبینیم بچه ها، اگه توی ویدیو فکر نمی کنم خیلی مشخص باشه، ولی من اینجا دارم میبینم، اینجا تو ویدیو هم خیلی ریز مشخصه، بچه این سفیدا رو میبینید، سفیدک و اینا همه اثر آب خوردگی. خب پس احتمالا اینم آب خورده. حالا بازش میکنی، بررسی میکنی، به نتیجه میرسی. و هش برداشون هم بچه همینطور آب میخوره و سولفاته میکنه، به مشکل میخوره. پس میتونیم اینو بذاریم نقص طراحی، نقص طراحی داره و این موضوع هم باید در نظر براش داشته باشیم. من چرا میگم نقص طراحی داره؟ چون آقا یه نفر بد میبنده، دو نفر بد میبنده، سه نفر بد میبنده، نمیشه که از 10 تا 8 برد و پاور اسنوز هیدرو که برای ما میارن 8 تاش آب خورده، اصلا منطقی نیست. پس تا اینجای کار بچه تقریبا 2-2 مثبت. مثبت ها شدش اینی که گفتم بهره وری بهتری داره به نسبت هزینه ای که میکنید، نیاز به سرویس نگهداری نداره، و بعدیش هم این که قطعه نداره و این داستان آب خوردگیه. حالا این هم که بچه این سفاز M50 تکفازه، این بدی و حسن حساب نمیشه. حالا چون مثلا ما برق سفاز نداریم، دلیل نمیشه که این دستگاه دستگاه بدی باشه. اگه ما برق سفاز داریم، دلیل نمیشه مثلا تکفازه بد باشه. اینا دیگه به قول معروف دوستی که میخواد بره یه فارمی رو احداث بکنه برای این دستگاه، باید سیستمش رو از اول جوری برنامه ریزی بکنه بذاره که خب ساپورت بکنه اون دستگاهی که میخواد استفاده بکنه رو. در مجموع بخوام بهتون بگم، من خرید دستگاه اسنوز هیدرو رو پیشنهاد نمی کنم، به خاطر اینی که قطعه نداره. یعنی این رطوبت رو اصلا بذاریم کنار، قطعه نداره. به هر دلیلی این دستگاه به مشکل بخوره، قطعه نداره که بخواید بخرید. دستگاه 120 میلیونی هم کسی نمیاد تو بازار واسه شما خورد بکنه، اونم تو شرط فعلی که هاوینگ بیت کوین شده، هر لحظه ممکنه قیمتش اون نمودار سعودیشو شروع کنه بره بالا. روی همین حساب پیشنهاد نمی کنم این دستگاه رو بخرید، داستان داره. به علاوه اینی که قطعات تعمیراتی خود اینا هم بچا نیستن، مثلا ماسفتای این، حالا ما یه تعداد خرید زدیم از چین اومد، الان ماسفتاشو مثلا هم نوش هم استوکیشو داریم رو داغیایی که گرفتیم از مشتری، ولی تو ایران نیست. یعنی شما اینی که به سرچ کنی، اینو روی صحبتم با همکارامه،
بری سرچ کنی تو سایتی جایی باشه بخرید، نه نیست حقیقتا. و اون مدلایی هم که تو ایران یه تایمی موجود شد، قیمت دلاری این قطعه 10.5 دلاره تو چین. چطور ممکنه قطعه رو بردارن بیارن اینجا بفروشن 240,000 تومان؟ اصلا دلار شما ولش کن 60 تومن، بگو 50 تومن، نصف قیمت دلاریش اوورده، سودش هم روش تازه کشیده، یعنی خیلی 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 گرون خریده باشه این قطعه رو اونجا، 3 دلار، 3.5 دلار، 3.5 دلاره، قطعا بذاری روی کار جواب نمیده. من اینو بهت قول میدم. حالا ما چند روز پیش داشتم با یکی از همکارام صحبت میکردم، میگم نه بابا حالا بذاریم تست کنیم. گفتم آقا جان چی تست کنیم؟ قطعه 1/3 قیمت دلاریش خریداری شده اونجا، و اینم پاوری که منهای قیمت بالاش که فکر میکنم چیزی بوده 25 میلیون باشه، الان این بذاریم منفجر بشه پاور مشتری، مست ترکاش پاره بشه، مثل اون پاور حالا به علت فیوز بود تو ویدیوها براتون توضیح دادم، ولی به هر دلیلی جریان بکشه، بردش سوراخ بشه، داغون بشه. اومدیم اون مشتری سیستم خوبی نداشت مثل این دوستمون، بردش تو پاورش داغون شد. خب این درست نیست که ما بیایم یه قطعه مثلا های کپی رو بذاریم اونجا و به این امید که نه بعد حالا تست کنیم ببینیم جواب میده یا نه. نه پس قطعه نداره. علت اینم که نداره بچه ها، ماست به توی اینا مالی برند آمریکاییه، قبلا براتون گفتم. و SiC FET سیلیکون کربوناید FET، این یه ماده ای که بچه ها میزنن توی ماسفت ها و این باعث میشه که ولتاژ بیشتری رو بتونه تحمل بکنه و آمپر بیشتری رو هم بتونه تحمل بکنه. نتیجهش میشه که یه قطعه خاص و گرون قیمتی که نیست تو بازار ما. پس به در جمع تمام این مواردی که بهتون گفتم رو اگر بخوایم یه نتیجه گیری بکنیم، من پیشنهاد نمی کنم این دستگاه رو بخرید. درسته پاور MC ها M50 ها آشغال، ویدیوهاشو براتون گوشتم، کوچکترین نوسانی بخوره میسوزه، ولی اونم اگه یه برق شما خوب داشته باشید، من ویدیویی که الان برای فارم براتون گذاشتم دیشب آپلود کردم براتون، بچه مشتری ما تقریبا فکر میکنم چیزی در حدود 70-80 تا MC M50 اونجا هست و نزدیک یک سال خورده داره کار میکنه MC ها. خب نسوخته پاورش، چرا؟ چون برقش نوسان نداره، این خیلی مهمه. ولی آقا اصلا پاورش آتیش گرفت، 18 تومن، 19 تومن، 20 تومن یا 16 تومن، 17 تومن، مثلا میتونید مدل های P221 سی یا 222 سی رو تهیه بکنید. مال خودش هم P221 های بی یا P222 بی تو رنج 18-19 میشه گیر آورد. البته خب این قیمت رو عمدشه، تک فروشش فکر میکنم دوروبر 20-20 خورده ای باشه، ولی در کل هست، قطعش هست، کنترل بردش هست، هش برداش خیلی سخت گیر میاد ولی میشه یه جورایی ردیف کرد. پس اینو خریدش رو پیشنهاد میکنم. حالا بچه بریم برای باز کردنش. 26 تا پیچ داره که ما این 26 تا پیچ رو باید باز بکنیم. بریم برای باز کردنش. بچه ها حتما حواستون باشه زمانی که دارید با دریل های شارژی کار میکنید، میخواید پیچ ها رو باز بکنید، اولا که برای 8 بود رو به شما پیشنهاد نمی کنم با اینا باز کنید، حتما شروع باز کردنش باید دستی باشه و بستنش به ویژه تاکید ویژه دستی. حالا باز کردنش هم اگه با اینا باز کردید خیلی اشکالی نداره، فقط حواستون باشه که مثل من یه فشار معقول رو بیارید روی سطحش که این گل پیچ از بین نره. ولی نکته‌ای که هست برای بستن پیچ هشت بورد، حتما باید از پیچ گوشتی دستی استفاده بکنید، چون اگه زیاد بره هرز میشه، بعد اون فشار رو خوب نمیاری روی هشت بورد و داستان میشه دیگه، باید بتراشید خوش و مهره بزنید، خیلی کسافت بگیده. خب پیچ رو باز میکنیم. هرچی بچه ها پیچ سرتخت دیدید روی بدنه این باید باز بکنید، اگه میخواید کامل برد و باز بکنید، اگه نه فقط میخواید یک نگاهی اندرونش بندازید لزومی نداره همه این پیچ رو باز بکنید. بچه ها این تکون میخوره چون دست من میخوام بیارم زیر دوربین که ببینید شما،
ولی میخوری به این پای دوربین هم هی. خب هر جنبت رو دیدید پیچی داره اذیت میکنه قبل از اینکه گلش کامل به ملکوت علاوه پیونده، با پیچ گوشتی دستی خیلی راحت میتونید بازش کنید، چون اینا اگر که گلش بره باز کردنش داستان داره. حالا ما تو زمینای دیگه مثلا میام نقطه میزنن در میارم، ولی تو اینا خیلی حساسه و با این روش جواب نمیده. خب با قسمت رویش باشه. بله خب چیزی که اینجا بله همونی که گفتم خدمتتون، آبخوردگی فوق‌العاده شدید. یعنی اینو حتما براتون از نزدیک ویدیوشو میگیرم میذارم براتون که ببینید. واقعا حیفه با یه سهلنگاری با یه بیدقتی این اتفاق بخواد بیفته، واقعا حیف. بچه حالا اینکه با این تفاصیل من بعید میدونم چیزی از توش در بیاد، ولی ما به گفتن نکته ها میپردازیم. بچه این پدا برای خنک کردن ایناست. خب نکته دیگه که در مورد اینا دوست دارم بهتون بگم، بچه ها پاور 16 هیدرو یه پاور 6 کیلوواتیه، 6000 وات، ولی مصرف برق 6 کیلووات نیست. الان براتون حساب میکنم. ببینید برق سفاز رو اگه بگیریم 400 ولت، خب 6 کیلووات تقسیم بره 400 میشه 15. خب اینو این رفیق ما که 24 آمپر محاسباتش اعتمادش بوده، چون بچه ها اینا رو دیگه ما نباید بیاییم مثلا، البته خب شاید هم اونجوری اومده تبدیل کرده، ولی در کل توان مصرفیش بچه ها بر اساس اون چیز که حساب بکنیم، چون از ضبط داره 220 حدودی میشه 5200-300 وات، که اون 1 کیلووات اضافه تقریبا اینو این نکتهش بود میخواستم بهتون بگم. بچه برای اینی که ضریب اطمینان، یعنی میاد یا من 5 کیلووات نیاز دارم، دقیقا 20% بیشتر اومده و اینجا توان گذاشته، به خاطر اینکه این دستگاه یک دستگاه دائم کاره، قراره برای ما دائما کار کنه و نباید در واقع دقیقا بنزه هم مصرف خودش براش در نظر گرفته بشه پاورش. استابلایزر هم که ما پیشنهاد میکنیم مشتری ها بخرن، مثلا برای MCA داریم میگیم آقا جان استابلایزر در واقع 5 کاوا بگیرید. چرا؟ به خاطر اینی که تقریبا همون 20% رو داریم حساب میکنیم که شما دستگاه 3600 نه 3800 وات مصرفشه، ولی 20% بیشتر میگن. خب بچه این خمیرا رو یه اهرم خیلی، این پیچ گوشی من نوکش خیلی تیز نیست، خمیر داره، بعد خیلی نرم اینا رو بلند میکنیم که آسیب نبینه. خب چیزی که اینجا دارم من میبینم مداره، دو تا ایراد داره بچه این پاور، مداره استندبای ما به مشکل خورده و مداره یکی از کانالای هاف بریج هم ترانس. خب بچه ریز روی اینا رو میتراشیم، این دوتا که مشخص سوخته. چرا میگم این هم سوخته؟ چون بچه درایورش هم سوخته، این قطعا سوخته. حالا میتراشم براتون بهتون نشون میدم که شما هم ببینید و ایمان بیاورید. خب خیلی بچه ها نرم و با ملایمت، ما فقط الان میخواییم پایه های در واقع این ماسفت ها رو لاک روش رو برداریم که یه تست بگیریم با مولتیمترمون ببینیم آقا اینا
سالمن، مشکل دارن، چی داستانشون؟ چون آب خورده به احتمال مثلا الان نمیتونم بگم زیاد، ولی ممکنه که اینا هم بچه سوخته باشن، ولی تو شرط استاندارد اینا یک چنلشون آسیب میبینه معمولا و خیلی به ندرت پیش میادش که مثلا دوتا چنلش آسیب دیده باشه. منظورم از دوتا چنل بچه هر جفت اینا یک چنل حساب میشه. خب بریم تست کنیم ببینیم که چه خبره. بچه اینا ترتیب پایه هاشون این همه ماسفت هست، فرقی نداره، وسطی درین و از پشت که نگاه میکنیم راستی سورس و چپی گیت. خب چیزی که اینجا داریم میبینیم این به ظاهر اینجا داره سلامت نشون میده. خب اینم که منفجر شده هیچی اصلا هیچی، اول اول تعطیل، چیزی نمونده اینجا که بخواد چیز کنه، اتصالی برقرار کنه. خب بله بچه این الان اینجا شورتی ما نداریم، خب ولی عددی که ما اینجا داریم نشون میده که این احتمالاً حالا یا ماسفت تعطیله یا در واقع درایورش به مشکل خورده، چون لزومن هر ماسفتی که در این به سورس شورت نباشه دلیل نمیشه که سالمه. اینو باید در نظر داشته باشیم. اینم اوکیه. هر تو اوکی که میگم بچه ها اینا الان عددشون در واقع در این به گیتشون اونی نیست که باید باشه و فقط از این نظر که درین به سورسشون شورت نیست ما میتونیم امیدوار باشیم که اینها سلامت هستند. خب این درسته. 3000 1100 بله 3000 درسته. خب بچه ها من برآوردی که میزنم اینه که اینها سالمن، اوکی، یعنی باز باید باز بشه دیده بشه. چرا اصلا باید باز بشه؟ اصلا ما فرض میگیریم اینا همه سالم. خب ببینید بچه ها اینجا مشخصه، میبینید بچه ها چقدر سلفات زده بین این ماسفت ها، همه اینا رو ما باید تمیز بکنیم و اینا هم که دیگه هیچ. خب بریم بچه یه تست بگیریم از فیوزاش ببینیم آیا فیوزاش هم مشکل خورده یا خیر. بله این رفته، اینم رفته، یه دونه فیوز ما سالمه. خب حالا میخوایم باز بکنیم بریم و زیرش رو بررسی بکنیم ببینیم که به چه صورته. من قبلش دوست دارم این دیودارم یه چکی بکنیم ببینیم که سالمه. سالمه، این اتصالی داره. حالا اتصالیش بچه میتونه به خاطر نه نمیتونه به خاطر این باشه چون خودش اتصال نشه، دیود سوخته. معمولا دوستان این تیپ کارها رو، حالا شاید براتون سوال بشه که آقا این پاور وقتی اینقدر گرونه چرا میگید ارزش تعمیر نداره، خب همه اینا رو عوض کنیم دیگه. بچه زمانی که یک کار توی این حجم آب میخوره، رطوبت میخوره، خب ببینید از اینجا اومده تا انتهای پاور و این به مشکل خورده. من خب فلزیش هم میبینید که بچه ها ببینید این دقیقا بهتون گفتم اینجا آب خورد، این طرف بود، گفتم اینجا بچه آب خورده، آثار رطوبت روش داشتیم. خب رسیدیم به حرف من. خب حالا بچه بریم اینا رو باز بکنیم ببینیم که آقا جان زیر برد و طبقه زیریش به چه صورت هست. خب من این سمتش هم باز بکنم برای شما.
این طرفه و چه خبره. بله بچه، اینجا هم یه آفوردگی خیلی شدیدی رو ما داریم. من دقیق خودم بررسی بکنم بعد برای شما توضیحشو میدم. بله بچه ها، خیلی بد آفورده بهش. ببینید الان اینجاها همه آب خورده و نکته‌ای که باید بهش توجه بشه اینه که دوستان، زمانی که آب میخوری که بلافاصله اینجوری نمیشه، وقتی آب توش میمونه و همچین وضعی در میاد. من یه ویدیویی رو دیدم چند وقت پیش، اسم نمیبرم، از یکی از در واقع حالا شرکتایی که تو یوتیوب خیلی فعالیت داره در زمینه تجهیزات تکنولوژی و مثلا گوشی و فلان و اینا، کلیپ درست میکنن. یکی از دوستان اونجا داشت میگه آقا شما وقتی گوشیت آب میخوره سریع با یه دستمالی خشکش بکنی و بذاری بمونه، بعد از مثلا چند ساعت یا چند روز یادم نمیاد روشنش بکنی و مثلا ببینی، حالا بعدش ببری نشون بدی. نه غلطه. شما به محض اینکه بچه گوشی، تبلت، لپتاپ، هر چیز، هر وسیله برقی که آب میخوره، بلافاصله به ویژه اگر اون آب شوره، آبی که توش نمک داره، باید باز بشه و بلافاصله اون آب توش تمیز بشه و تینر شور بشه دستگاه. چرا؟ چون بچه ها ببینید الان از اینجا مشخصه، بچه ها سفیدی های اینجا مشخص، اگه کمی دقت بکنید ببینید من اینجا یک مقدار تینر میزنم. خب نکته بعدی، آقا با این نمیایم بسابیم مدارو، چون این تیزه. حالا اینجا ما قطعه ای نداریم، خب ولی مثلا اگر من بخوام الان اینجا رو تمیز بکنم، خب اینجا مثلا اوکیه با این تمیز کنیم، ولی ترجیحاً باز تاکید میکنم اینجا اشکال نداره. چرا؟ چون یادم میاد ببین بچه، ما نه ترک نازکی داریم نه قطعه ای داریم، خب ولی تو این قسمت ما یه سری قطعه سمدی داریم. خب یا به عنوان مثال فرض میکنیم اینجا بچه ها الان آب نخورده ولی ترک های خیلی نازک داره، خب این رطوبته اینا رو میتونه اکسید کنه و اون مسیر اون مس قابلیت های اون متریالش از دست بده، خیلی سست میشه بچه ها. نتیجهش میشه اینه که با کوچکترین فشار دست شما اون وایر قطعی پیدا میکنه و به مشکل میخوره. خب ببینید بچه ها، این روز اولش شد وقتی که با تینر ما اینو تمیز میکنیم. البته اینجا خب مدار های ولتاژ دیگه، آب که خورده اصلا پایه این قطعات پریده، باز از این فاصله خیلی مشخص نیست، براتون جداگانه فیلم میگیرم از قسمت های مختلف این، فقط اینو میخواستم یه تیکه رو براتون تمیز بکنم که ببینید به چه صورته و چرا میگیم با تینر باید شسته بشه. خب بچه ها، پشت مدار رو خدمتتون عرض کردم. اینجا هم ما یه در واقع سولفاتی خیلی شدیدی رو داریم، اوضاع خیلی خرابه. من این طرفش هم براتون تمیز میکنم که ببینید بچه ها، حتما باید با تینر شسته بشه، خیلی هم آروم باید این کار انجام بشه و یعنی به مشکل میخوره دستگاه شما. تینر این روز اول دستگاه شما رو تمیز میکنه و این آثار آبخوردگی رو از بین میبره. خیلی مهمه بچه ها. حالا اینجا رو دوباره تمیز نمی کنم، خواهمت رو ویدیو بگیرم، ولی در کل من روی این پاور حتی یک ثانیه هم وقت نمیذارم. این به این دلیل نیست که خدای نکرده مثلا، بالاخره آدم فکر زیادی میاد تو ذهنش دیگه، آقا بلد نیست، چه میدونم قطعشو نداره. نه، من قطعاتشو همشو دارم. حالا اصلا قطعاتشو نداشته باشم، هم یه دونه داغی خوشگلشو من اینجا دارم و کفشم دارم. ولی نکته ای که بچه ها هست اینه که یک تعمیرکار همیشه باید به این موضوع فکر بکنه که من اینو الان میخوام تعمیر بکنم، تعمیرکاری که بچه ها میخواد ضمانت رو کارش بده ها، این خیلی مهمه. تعمیرکاری که بخواد ببنده روشن تحویل مشتریش بده، نه به هیچ کدوم اینا نیاز نیست فکر بکنه، ولی تعمیرکاری که داره ضمانت میده
من کارمو 30 روز دارم گارانتی میکنم برای مشتریم. یعنی اگر که من اومدم این قطعه رو عوض کردم، این آی سی رو، این ماسفتو، اگر اینا تو 30 روز دیگه سوخت، البته خب آب خوردگی، رطوبت، گرما اینو شامل نمیشه، ولی دستگاه نو هم باشه با اینا داغو میشه. ولی مطلبی که هست اینه که وقتی من اینو میخوام تعمیر کنم از مشتریم، این تومن، چه 1 تومن چه 10 تومن ازش میگیرم، باید حداقل به عقیده من حداقل 2 برابر پولی که به من داده رو براش در بیاره حداقل، خب بعد دوباره خراب بشه. و این کار، این چیزی که من دارم اینجا میبینم بچه ها، تمام این مقاومت ها حالا از نزدیک براتون فیلم میگیرم، سولفاته شده، آی سی ها سولفاته شده و اینا به همین صورت. خب ما الان باید یه دونه پاور داغی و کامل بریزیم روی این. حالا ریختیم، مسیرهای ارتباطیش رو میخواییم چی کار بکنیم. مسیرهای ارتباطیش خیلی احتمال زیاده که قطعی داشته باشه، اونجا قطع شده باشه. خب حالا بریم برای باز کردنش ببینیم که آیا اون پاور، خب مشخص این قبلا باز شده بوده، ولی ببینیم آیا کفیش هم در اومده یا خیر، که من اونم فکر میکنم در اومده به خاطر اینی که روی این پیچ ها بچه ها لاک هست و الان روی این پیچ ها لاک نیست، یعنی فابریکی روشون لاکه، در نتیجه قبلا باز شد. نکته ای که الان بچه ها رسید به ذهنم و رب هیچ ربطی به این نداره ولی دوست دارم بدونید، آقا جان شما این پاور رو الان میخوای ببری بدی یک تعمیر کنی، درست شد؟ آقا شاید خدا بخشیان دزد باشه، خب بخواد این ماسفته رو برداره، اینا عوض بکنه، 4 تا قطعه از رو پاورت برداره، یا حالا با یه مدل دیگه بعد، خب نیو خالی که نمیدونه، مشتری دیده اینا 6 تا 7 شام اصلا بیاد یه مدل دیگه بذاره جای این بده بهت. خب تو بازار ما خیلی از این داستانا هست بچه ها. حتما اگه پاور پلومه که نیازی نیست، پاور پلومه، ولی اگر که خدمت شما عرض شود پاور رو بردید پیش یه تعمیرکاری، یه تعمیرکار روش کار کرده، الان میخواید ببرید به یه تعمیرکار دیگه، حتما باید ازش عکس بگیرید، چون شاید تعمیرکار دوم قطعه برداشته باشه، شاید تعمیرکار اول، خب ولی در کل هیچ کدومشون گردن نمیگیرن و میگن نه اون یکی این کارو انجام داده، و یعنی تعمیرکار دوم اگه برداشته باشه میگه اول، اولی برداشته باشه میگه دو، میگه دومی. اینه که حتما عکس بگیرید و همیشه این در ذهنتون باشه که آقا من اینو تحویل یه تعمیرکار دادم، حالا جسارت نباشه به مالک این، من مثال دارم براتون میزنم، آقا این اصلا یه تیکه آشغال، خب یک تیکه آشغال، من این آشغالو به شما تحویل دادم، این آشغالو باید به همون صورتی که من بدادم به من بدی، روشن دادم باید روشن بدی، اگه پاور من تو مثلا دستگاه 100 ترا بوده تا 20 ترا بالا میمده باید تو 20 ترا بالا بیاد، اگه الان تا 10 ترا بالا میاد این داستانه. خب و اینا رو بچه حواستون باشه که خدا نکرده سرتون کلاه تو این بازاره نره. یه پیچ کوچولو همین گوشه داره، من دستی بازش میکنم، از این پاور هیچی نمونده، هیچی. خب بچه باز کردنش رو تو کادر دوربین جا نمیشه، من باید بچه با احتیاط و نرمی خیلی خواستی این کار انجام بشه، اینا چون زیرش خمیر داره یه مقداری سخت میاد بالا، ولی روشش به این صورتی که از همین کانکتورا شما دستونو میذارید اهرام میکنید و با یه فشار خیلی آروم، یک فشار خیلی آروم میاید و این رو بلند میکنید ببینید به چه صورت. خب تقریبا نصفش بلند شد، فشار بیش از حد باشه برد تاب برمیداره دوستان، به این نکته باید توجه بشه. حالا سوال اینجاست چرا یه چیزی نمیندازیم زیرش، اینا این که توش هیچی در نمیاد اصلا، ولی چرا یه چیزی نمیندازم زیرش از اینجا اهرام بکنم؟ بچه زیر اینم یه همچین لاکی رو داره، خب و این لاک انتقال میده حرارت رو به رادیاتور این پاور که این زمان بسته خنک بشه. حالا ما اگر که یه چیز تیزی بندازیم رو زیر و بخوایم در واقع این رو بلند بکنیم، میتونه این لاکا رو خراش بده و چیز شرط. خب بعضی از مواقع دیگه رایی نیست، این
باز بشون نیست، از این بیشتر نمیاد و از این بیشتر هم من دوست ندارم دیگه بهش فشار وارد بکنم بیارم. البته فکر کنم اینجا بعد ببین اگه فشار زیاد می آوردیم الان برد دوتا می شود. یه پیچه دیگه هم اینجا زیر لاک بوده که از چشم ما مخفی مونده بوده اینجا. بچه ها خیلی مهمه، هر جایی که دیدید دیگه داره خیلی به زور متوسل میشین نباید زور بزنیم بچه ها، برد نصیب میبینیم. به ویژه تو مدارات مولتی لایر این خیلی میتونه خطرناک باشه. خب الان دیگه باید قشنگ باشه. اون سمت بلند شد، این سمت بعید میدونم دیگه پیچه دیگه ای داشته باشد. او سلف ما بچه چسبیده به کف و ما این رو باید جدا بکنیم. اینجا دیگه هیچ رایی وجود نداره به جز احرام کردن. سلف ما رفته توی این خمیرا چه سفت شده اصلا در نمیادش. خب ما دورش رو دورش هم جدا شده، فقط این از زیر. من S19 بچه ها پاوراشو حالا بازم میگم هر کی الان میگه زیاد تعمیر کردم دروغ گفته، چون هنوز انقدری تو بازار جا نیفتاده. ولی اون 6 هفتهایی که تعمیر کردیم هیچ کدوم سلفش اینجوری نبود، یه 5-6 تایی هم بوده و بردن وضعیتش شبیه این بوده. حالا من تنبلی کردم براتون فیلم نگرفتم، اینم نمیدونستم اینجوریه. دوست داشتم یه دونه هیدرو رو براتون باز بکنم خودتون ببینید به چه صورت باز کردنش. دفعه اول که ما اومدیم اینا رو باز کنیم خیلی اذیت شدیم. ولی این سلفه عجیبه که این سلفه در نمیاد از این. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم این رو. از زیر سلف اگه بشین و احرام کرد چقدر اذیت میکنه یه سلفا. بچه به خاطر اینکه بتونیم این قاب آلومینیومی این تیکه رو در بیاریم باید مهره های دوتا مهره داره توی ورودیش، این دوتا مهره ها رو ما باید باز بکنیم تا بتونیم این قاب رو در بیاریم و اونجوری دسترسی راحت تری رو داریم به برده این دستگاه که بتونیم درش بیاریم. خب مهره باشه بیارم این میاریم. بله در آمد. خب میبینیم اینو اینجا چی کارش میتونیم بکنیم. این بچه برد به صورت کامل جدا شده از در موسط. ولی این سلفه الان درست شده. خب علت اینه که بچه خیلی تاکید داشتم که این رو باز بکنم زیرش رو به شما نشون بدم. ببینید بچه من اینو اصلا تا حالا به این مرحله اصلا نرسیده بود ندیده بودم. بچه ما چند نوع پد حرارتی داریم، حالا تعمیرکارا دوستای عزیزم قطعا دیدن تو پاورای RS از این زیاد استفاده میکنن که یک در واقع حالت جامدی داره. بچه این الانه اینجا شکسته و من داشتم باز میکردم دیدم یه تیکه اون زیر سفید مفید هست. منتها چرا شکسته بچه ها ببینید، من الان دیدم این گیر کرده. خب آوردم پایین با اهرم یه جوری بازش کردم. خب این تیکه‌ای هم که بچه ها خمیرش مهم نیست به خاطر اینی که این اینجا چیزی رو قرار نیست خنک بکنه. خمیرای این تیکه و در واقع این ماسفت ها اینا خیلی مهمه بچه ها.
اینا نباید باشه. حالا بعد اگرم بریزی میشه از خمیرای، مثلا ما خودم از خمیرای 8 برده 16 استفاده میکنیم برای اینا و جوابم میده، خوب کار میکنه. خب این متاسفانه با اون لطافت و عطوفتی که من بازش کردم دفعه اول باز نشده بوده و این اتفاق براش افتاده. خب بچه ها یه نکته دیگه که دیدم اینجا، خب اینه، ببینید اون داغون شد، داغون. ولی حالا من که اینا نمیدونستم به این صورته، برای این براتون بازش کردم که درایوراشو براتون چک بکنم. اینم ببینید، عشق بکنید. آقا ما اینا رو چجوری باید چک بکنیم؟ بچه ها ما اینجا 12 تا ماسفت داریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دوازده. اینا سایزش فرق میکنه با ماسفت هایی که ما مثلا تو مدار ثانوی پاورامون داریم، خب ولی باطنش ماسفت همونه، فرقی نداره. پایی درین اینا بچه ها دو بیمین، دو تا لاین ماسفت، خب که در واقع این میشه درین سورس گیت، بله اینجا میشه درین سورس و گیت، گیتش میاد اینجا، اینم درسته. خب پس به همین صورت اینا رو ما تست میکنم. من کجا فهمیدم؟ تست کردم، چون اینا تا بلند نکنیم متوجه نمیشیم، یا باید دیتا شیتش رو چک بکنیم ببینیم به چه صورت. خب بچه ها اینجا ماسفت های ما سالم، بچه یه دونه ماسفت رو چک کنید اوکیه، چون اینا با هم موازی هن. این دوتا با هم موازی، این دوتا هم با هم موازی. خب حالا ببینید پایه های سورسشون با هم یکیه و این درینشون هم جفتشون با هم یکیه. خب پس ما اینجا اینو تست کردیم اوکیه، اینو تست کردیم اوکیه، اینم تست کردیم اوکیه، اینم اوکیه. ببخشید دیگه بچه ها این صفحه مولتی متر منو شما از اونجا نمیتونید ببینید، یعنی اینم اوکیه، اینم اوکیه. خب اینا اوکیه. حالا درایوراش در واقع اینو کلش میشه چیزی دیگه. بعد بچه من این نکته بهتون بگم، گفتم درایور، اشتباه گفتم، چون تو ذهنیت ما اینه که خب هر قطعی که قبل ماسفت میشه درایور. بچه اینو درایور نیست، من قبلا تو ویدیوهای چیز توضیح داده بودم بهتون، الان نمیدونم چرا ذهنم رفت. البته که به شما بگم شاید به خاطر این بوده که اینها درایورهای اینا هستن، ولی در کل این مجموعه درایور این ماسفت ها نیست. این وظیفش یکسوسازیه. یکسوسازی به چه معنا؟ منظورم اینه که میاد اون جریان AC سفاز ما رو تبدیل میکنه به DC. منظورم از یکسوسازی این بود، میاد و جریان AC ما رو تبدیل میکنه به DC. خب بچه ها اینا یک پایش باید وصل باشه، یه پای دیگهش نباید وصل باشه. الان این که از دو طرف داره راه میده سوخته، این ببینید از یه طرف راه نمیده، از یه طرف راه میده سوخته، اینم سوخته، ولی نه یه میگم سوخته، یعنی این منظورم این اتصاله، ولی این اتصال نیست. این یکی ظاهری ترکیده مشخصه و اینجا هم ما داریم، ما تمام بچه ها این قطعات رو موجود داریم، فابریکیش رو موجود داریم و همه اینا هم سوخته باشه ما میتونیم عوض کنیم، ولی این پاور رو به علت این قسمت الان بچه صدای تقا شنیدید، با کوچکترین فشار این پایه ها ببینید اصلا رو هوا بنده داره، این ورون ور میشه، این اصلا پایه اینقدر سفته دست شما رو پاره میکنه اگر بخوره بهش. به عنوان مثال این طرف شما ببینید من چقدر فشار میدم، ولی اینجا به مو بنده، همین یه دونه شکست، آب خورده، رطوبت خورده. حالا بریم اون در واقع قسمت پایینش هم ببینیم. کاملا مشخصه که چجوری آب خورده و این در واقع آب رفته توی این سوکت ها، خیلی بده، خیلی خیلی بده و این دیگه واقعا بده. خب بچه ها بستنش هم کاری نداره دیگه، به همون صورتی که باز کردیم به همون صورت هم میبندیم و کلن پاوری که باز بسته کردنش کسافتکاری زیاد داره به خاطر اینا، به خاطر اینا و به این صورتی که بچه ها امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. متاسفانه این پاور ارزش تعمیر نداره به دلیلی که براتون توضیح دادم و
به نظر من این حجم از آب خوردگی دیگه در واقع چجوری بگم، به نظرم گردن کسی به جز اون کسی که اینو نصب کرده و گذاشته در واقع نیست و متاسفانه علت خرابی این پاور رو آبخوردگی هست، ولی علت آبخوردگی رو من خطای انسانی میدونم توی این مدل و باید بچه بیشتر حواستون باشه، بیشتر مراقب باشیم. نیست این پاور، نیست الان این بند خود دستکش باید خورد بکنه. حالا یه چیزی که الان بزنم رسید، دوستانی که استوزه هیدرو دارند اگر دوست داشتن کامنت بذارن، دوستان دیگه ای که استوزه هیدرو دارن رو پیدا بکنن. یه موقع مثلا میبینید یه بند خدای مثل این دوستمون اینجوری شده، مثلا میخواد دستخوش رو خورد کنه، 4 تا هش بورد داره، یه دونه کنترل بورد داره، یه دوستی مثلا هش بوردش به مشکل خورده میخواد خورد کنه، پاور داره، یه دونه 2 تا 3 تا هش بورد داره، کنترل بورد داره، اینجوری همدیگه رو پیدا بکنید. لااقل حالا یه نفر لااقل دستگاهش بتونه روشن بکنه و استفاده بکنه. امیدوارم که بچه ها از این ویدیو لذت برده باشید و تا ویدیو بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.